بودیم و فرزندی که هنوز هم خواهد این دست ماشین باشیم یک سوالی کرد، گفت کی میدونه اسنپ چیه؟ و توی جلسه فکرم 200-300 نفری یک نفر فقط میدونست که اسنپ چیه. بعد دوستان من توضیح گفت نگاه از این بعد نسل جدید تاکسی ها قراره به وجود بیاد که چجوری؟ نگاه شما با گوشید دیگه میتونی بدونی که جایی زنگ بزنی نه میتونی تاکسی بگیری. اصلا من چی عجیب غریب یعنی چی با گوشید چجوری میشه؟ گفت هم میتونی مشخص کنی، حتی هم اول کرایش مشخصه که دیگه این راننده تاکسی ازت کرایه بیشتر نگیره، حتی میتونی پول نقد هم ندی به طرف، با کارت بانکی پرداخت کنی. من واقعا چیزی قرار اتفاق بیفته؟ بعد تو میگم تو جمع 300 نفره فقط یک نفر محمد حاجی نیا اگر اشتباه نکنم میدونست که قرار اسنپ چی هست. اصلا همین الان تو این جمع کی نمیدونه اسنپ چیه؟ یک چیز جدیدی بود که نیاز جامعه بود و یک سری آدم که پاش وایستاده بودن این تازه تره عجیب و غریبی هنوی تره کپی بود از خارج از کشور و تو ایران برای ایران جدید بود و اومدن و اینو راه اندازی کردن. و یادم همون مواقع صحبتایی که بود به آژانس‌ها که می‌رفتیم می‌گفتیم تاکسی‌ها اینترنتی هم داره میاد، تو اینا دو روز هستن جمع میشن، مگر میشه یه همه آژانس جمع بشه؟ مگر میشه یه همه راننده تاکسی دیگه از کار بیکار میشن؟ گفت نمیذارن. میدونی چقدر آژانس تو ایرانه؟ به نظر تو همه آژانس میذارن؟ و حالا اتفاقی که افتاده آژانس‌ها کجان؟ و اسنپ کجاست؟ می‌بینیم که چند تا تاکسی اینترنتی دیگه می‌بینیم در کنار اسنپ اومده و تو ایران دارن کار میکنن. اون تغییره چه ما بخوایم چه خوشمون بیاد چه نخواد اتفاق میفته. پس برد رو کیا میکنن؟ کسایی که جزئی از این مسیر باشن. تجارتی که اومدیم توش و داریم با هم دیگه کار میکنیم، شاید روز اولی که اومده بودیم شاید کسایی که امروز روز اولشون اومدن درک درستی ازش نداشته باشن. یعنی چی بشینیم توی سایت خرید کنیم؟ شما در 5 سال آینده بخش زیادی از لوازمی که نیاز دارین، چیزهایی که مورد نیازتون رو مجبوری توسط تجارت الکترونیک خرید کنید، بخش زیادی شو. خب حالا که قرار اون کار رو انجام بدیم، بهتر نیست که بیایم و از اون کاری که قرار مجبوریم انجام بدیم درآمد هم داشته باشیم؟ این تجارت به شما یاد میده که شما در کنار خریدهایی که انجام میدین، این فرصت رو بهت میده که شما میتونی درآمد هم کسب کنی. یک فرصت بی‌نظیر. و امروز هم بعد البته الان خیلی شرط فرق کردن به 8 سال پیش که من شروع کردم، اما بالاخره هنوز هم آدمای کوچیکی هستن که میگن مگه میشه این همه سوپرمارکت قرار چی میشه؟ همون اتفاقی که برای آژانس ها افتاد، برای اون همه آژانس، مگه میشه این همه آدم فلان میشن اینجوری میشه؟ شما به زودی به مراحلی میرسید در 5 سال آینده که 90% واسطات از بین رفتن و کارخونه دارا خودشون مستقیم ارتباط برقرار میکنن، چون ابزارش هست و یواش یواش فرهنگش توسط من و شما داره ایجاد میشه. پس این تجارتی که امروز توش قرار گرفتیم رو شاید یک سری آدم ها قدرش رو ندونن، شاید یک سری آدم ها درکش نکنن، حتی همون جور که خیلی از کسایی که تو آژانس بودن اصلا درک این نداشتن که مگه میشه که ما یک روزی بیکار بشیم. کسی که رئیس آژانس بود یک وجاهت اجتماعی داشت، بالاخره دو تا خانواده رو میتونست سر و سامون بده و منابع مالیش رو تأمین کنه. اما الان دیگه بگی چه کاری راننده آژانس که اصلا به رو خودش نمیاره. ولی اگه آژانس داشته باشم نمیگه من مدیر آژانسم، چون شغل خنده داره. یعنی الان کسی تو این دور زمانه آژانس داره، مدیر آژانس یه شغلیه که نشون میده که تو عصر عجل قرار بمونی همچنان تو قصر عجل عصر عجل موندی. پس تجارتی که امروز من و شما داریم و روزی که بهت معرفی شده، آدمایی هستن که تو این جمع برای اولین بار میبینن یک سری آدم صبح جمعه بلند شدن دورم دیگه قرار صبحونه بخونن و حرف بزنن. همون اتفاقی که برای من افتاد بار اول، وقتی که اومدم گفتم چرا حالشون خوبه؟ یک مورد مشکوکی احتمالا اینا دارن چیکار میکنن و قرار چه اتفاقی بیفته اینجا؟ همین صبحونه رو خونم میشد بخوریم، اما اومدم اینجا دیدم که آدمهایی میان اینجا و از مسیری که و اتفاقایی که راجع به کارشون براشون اتفاق افتاده صحبت میکنن و یاد گرفتم و بعد توی این مسیر جزئی از این آدمها شدم و اتفاقایی که یکی پس از دیگری افتاد، چی آدمهایی که اینجا دیدم کنارم هستن برای کمک کردن برخلاف تمام تجارتهای دیگه که همه جا حاضرن زیر پاتو خالی کنن، اما اینجا دیدم آدمهایی هستن کنار
که حاضرم بهت کمک کنن که تو هم بیای بالا. چیزای خوب وقتی که صحبت میشد آدمهای زیادی بودن کنارت که بودیم میشه میتونی ازش بر بیای انجامش بدی. اما توی جامعه‌ای که قبلا زندگی میکردی، توی فضای کاری قبلی، هر موقع میمونی راجع به رویای بزرگ صحبت میکردی کلی آدم بود که بهت بگن که نمیشه، بهش فکر نکن. و کلی ویژگی‌های دیگه که امروز قراره باهاش آشنا بشیم، ابعاد دیگه، قراره از بچه‌های دیگه کمک بگیریم، با هم دیگه صحبت کنیم و یه جلسه خوب رو در حد چند دقیقه با هم دیگه داشته باشیم. اما از اینجا بعد جلسه رو قراره کسی بیاد برگزار کنه که بالا سری منه، کسی که باعث شده که من توی این تجارت بیام فعالیت کنم. و واقعا روز اولی که اومده بودم چیزی از این تجارت نمیدونستم، نه بلد بودم و نه در خودم میدیدم. من واقعیت چیه که اومدم اینجا که 1,000,000 تومان درآمد کسب کنم، یعنی بیشتر از 1,000,000 تومان تو ذهنم نمیگنجید. گفتم اگه بشه 1,000,000 تومان درآمد توی این تجارت داشته باشم خیلی فوق‌العاده میشه. اما کنار این آدم بودن کمک کرد من که بزرگتر فکر کنم و با آدم‌های دیگه هم بتونم کمک کنم، بتونم با آدم‌های دیگه هم دستشون رو بگیرم که با هم دیگه این مسیر رو طی کنیم که برای هممون کار راحت‌تر بشه. و امروز اون آدم با کلی تجربه، با چیزی نزدیک به حالا این سرجم چیزی نزدیک شاید 15 سال تجربه توی این تجارت و رفت آمد با آدم‌های بزرگ این تجارت، و اینکه امروز اون آدم یکی از بزرگترین آدم‌ها جز 10 نفر اول نتورک ایران کنار اون هست و قرار با هم دیگه چند دقیقه بشینیم و به صحبت‌هاش گوش بدیم. پس من بیشتر از این صحبت نمی‌کنم و در خدمت استاد که میگه البته من این کلمه استاد اون اصلا اینجا باید کسی بالا سری به استاد نه استاد از من چون استاد هنرم تدریس میکنم رسم ساز استاد نقاش استاد هنر در تدریس میکنم و به این دلیل میگم استاد یعنی استاد نقاش به این دلیل چیه یه زمان یه بچه بخش از بچه به من هم میگفتم استاد میگم من استاد چی هم بگم و من اینه باید بالا سری هم بگم استاد نه استاد از ندیر اگر استاد صدا میکنیم دلیلش سبقه کاری ایشونه. بس بیشتر از این دیگه من صحبت نمی کنم و در خدمت استاد نتورک ایران استاد محمد ارزم هستم. به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذره. سلام. سلام. وقتتون بخیر. جمعه خوبی رو شروع کرده باشید. امیدوارم که در پناه خدای بزرگ کنار خانواده عزیزتون همتون شاد باشید، سلامت باشید و کنار همدیگه انشاءالله هممون ثروتمند بشید. با افتخار محمد ازغندی هستم. تقریبا 8 ساله که توی بیز استارت زدم. آقای هجده و دوستان قدیمی امروز که اینجا هستم خیلی خوشحالم که صبح جمعه رو توی رخت خواب نمیذارم. خیلی خوشحالم که کنار آدم‌هایی هستم که یک دلیلی داشته اینجا. اولین باری که من رفتم پاتراک خیلی دلیلش رو نمیدونستم، فقط گفتم باید بیای. ولی امروز بیشتر از هر زمان دیگری میدونم که چرا صبح جمعه رو به خواب نگذروندم. و یا آماری توی در واقع یک نشریه هست، ساکسس احتمالا اسمش چیزی باشه، نشریه موفقیت هست که در تیراژ بزرگ توی دنیا منتشر میشه، اومده بود وضعیت ثروتمندترین یا موفقترین آدمهای دنیا رو بررسی کرده بود در زمینه فوتبال، در زمینه بسکتبال، در زمینه مدلینگ، در زمینه تجارت. آدمهای مختلف رو انتخاب کرده بود. مثلا توی فوتبال چند نفر بودن، توی بسکتبال چندین نفر بودن، توی راگبی بودن. و اومده بود صحبت کرده بود که آقا اینا چه قابلیت‌ها یا چه ویژگی‌هایی دارن. و چیزی که جالب بود برای من، یه نفر مثلا تاجر بود، یکی ورزشکار بود، یکی بازیگر بود. حتی یه چیز جالب بهتون بگم، زندگی چند تا هست بزرگترین خلافکارهای دنیا رو هم بررسی کرده. مثلا آندر اسکوبار که یکی از بزرگترین قاچاقچی کوکائین دنیا بود که اسکوبار
اسمشو حتما شنیدی، راجب زندگی اونم گفته بود. همه این آدم های خفن، همه این آدم های بزرگ، همه آدم هایی که در دنیا اسم و رسم و در واقع سابقه ای دارن چند تا ویژگی داشتن که همه مثل هم بود. یکیش این بود که هیچ کدوم بابای پولداری نداشتن. یعنی برای پولدار شدن و موفق شدن همشون دلیل خوب داشتن. از یه جا به بعد تصمیم گرفتن وضعیت خودشون رو سر و سامون بدن. یعنی وقتی میگم بابای پولدار، حالا مثلا من افتخار میکنم بچه شهرستانم. ما اصالتاً گناوادی هستیم و من تا دوران در واقع راهنمایی اونجا بزرگ شدم. مثلا تو شهر ما اینجوریه که یه نفر یه دو تا خونه داشته باشه و یه باقی داشته باشه، میگن آقا بعضیش خوبه. منظورم از وضع خوب یه کسی مثل خودم نیست، آدمایی که خیلی وضعشون خوبه، آدمایی که مثلا وقتی میخوان سوار هواپیماشن دنبال بلیط نیستن، هواپیماشون پارکه، میرن سوار میشن. آدمایی که هر جا که میخوان برن دنبال مثلا هتل نیستن، چون در بهترین نقاط دنیا بهترین ویلاها رو دارن. منظورم از ثروتمند یه همچین آدماییه. و این آدما همشون ویژگی‌های مشخصی داشتن. هیچ کدوم از اینا، آقای بیل گیتس بود، آقای استیو جابز بود، مرحوم استیو جابز دیگه، وارن بافت بود صاحب کوکاکولا و خیلی های دیگه، کریم عبدالجبار بود در بسکتبال بود، بعد دیگه اسماشون یادم نیست. اینا هیچ کدوم بابای پولداری نداشتن. از رده های پایین و معمولی جامعه شروع کرده بودن. اینها همشون به اتفاق چند تا قابلیت داشت. یک، هیچ کدوم روز جمعه رو توی رخت خواب نمیگذروندن. آیه برایان تریسی یکی از اساتید موفقیت است. بیش از 150 عنوان کتاب در رابطه با برنامه ریزی، موفقیت، خوشبختی یا اصطلاحاً NLP میگیم. در این زمینه ها 150 عنوان کتاب داره که بیش از 100 تاش توی ایران ترجمه شده. و من این افتخار رو داشتم به واسطه نتورک کنار ایشون قرار گرفتم. سه بار این فرصت رو داشتم کنارش بشینم، از حرفاش استفاده کنم. صبح نهار و شام با هم خوردیم و یکی از بزرگترین اساتید موفقیت در دنیا هست، امریکایی هم هست. آیه برایان تریسی میگفت که موفقیت یک مکانیزمه. هر مکانیزم یه سازوکاری داره. مثلا میگن آقا راننده تاکسی، خب راننده تاکسی یه مکانیزمی داره دیگه، یعنی کارش مشخصه. یا مثلا باغبون، باغبونی یه مکانیزم داره، یعنی باغبون باید بلد باشه درخت چه میدونم هرس کنه، بود بده، سم بده، آشنا باشه با ویژگی یک درخت. آقای برایان تریسی میگفت مکانیزم موفقیت کاملا مشخصه و شکست هم یک مکانیزم داره. خیلی جالبه، شکست خوردن، ناموفق بودن، معمولی بودن، آدم دست و پا، دم دستی بودن، آدمی که خیلی کسی بهش توجه نکنه، اینا هم یه مکانیزم داره. من خودم پرسیدم، گفتم به نظر شما مکانیزم موفقیت خیلی سخته؟ میگفت نه، سخت نیست. اصلا کارها رو به عنوان سخت و آسون توی دنیا بررسی نمی‌کنم. مثال بزنم، شما دیدین مثلا وزنه‌بردارا یا بوکسورا، یه بوکسور چیکار میکنه؟ میره تو رینگ واقعا با مشت میزنه تو صورت هم دیگه. من قهرمان المپیک رو که قهرمان ایران رو آقای احسان روزبهانی که تو المپیک، این نه اون المپیک قبلی باهاش مسابقه کردم، من ویدیوشو دیدم، میگفت من انقدر تمرین میکنم، انقدر که مثلا توی رینگ مشت میخورم با حریفای تمرینی، وقتی میام خونه مثلا گفت خب تفریحات دیگه چی داری؟ گفت من فقط بوکس. گفت خب کار دیگه ای؟ گفت آره مثلا وقت خودم فیلم میبینم اینا، ولی سرم گرمه بوکسه. انقدر خسته میشم، انقدر بوکس میخورم، انقدر عرق میکنم، وقتی میام تنم پر خون و عرقه. میگه خیلی وقتا از خستگی روی تخت خوابم لباسامم در نمیارم، همونجوری دراز میشم، همونجا میفتم میخوابم. بعد مجریه سوال جدی کرد ازش، گفت
واقعا میارزه برای چی؟ ها؟ الان به من بگن آقا بیا هر روزی نیم ساعت موش بخور، میگم آقا مگه دیوونه هم؟ یادم اون وقتا فوتبال بازی میکردیم بچه بودیم، بعد یه زمین خاکی بود، زمین خاکی هم نه، یه زمینی بود که خاکی بوده، بعد بارون که اومده بود سب شده بود، روش هم یه ذره از این شنای گراوی و اینا بود، ولی وقتی میافتادی رو اون زمین قشنگ رنده میشدی. من الان نصف بدنم برای که تو نتورک پول به دست آوردیم رفتیم عمل کردیم، نصف بدنم رفته بود. یعنی این چوبو که رنده میکنن اینجوری وقتی میخواستی تکل بری نصف بدن اون میره، باز دوباره فردا باید ترمیم میشد بیای بازی کنیم. ما تو این زمین بازی میکردیم، یادمه بیمه ما خدا بیامورد میگفت که مادر جان چی بهت میدم آخه، مگه دیوانه؟ میرفتیم وقتی میومدیم خونه تمام سر کله خاکی همه هیکلمون که آدم گفت تو نیا تو نیا، برو 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 اول دم حوض دست و پاتو بشون، بعد یه راست منو انگار که یه ویروسه میبردن تو همون، مثلا نمیذاشتم برم. من هیچ دلیلی نداشتم بگم، مثلا بیبی میگفت برای چی؟ آخه برای چی هر دفعه میری زخم زیلی میشی میرن، هر دفعه میری اینجوری میشی، بعد با این وضعیت که چی؟ مادر بهت پول میدن؟ گفتم نه. چیزی بهت میدن؟ گفتم نه. خب برای چی؟ به قول ابو علی سینا یه بیتی در رابطه با این، خودش فیلسوف دیگه، اهل گراست، دانشمنده، ولی یه حرف خوب میزنه، میگه پای استدلالیون چوبین بود، پای چوبین سخت بی تمکین بود. اونایی که خیلی فکر میکنن میفهمن و عرض دارن اینا، به قول حافظ مدعی خواست که آید به تماشاگاه راز، دست غیب آمد و بعد سینه نامحرم زد. خیلی چیزها در دنیا هست که اتفاقا چیزهای مهمی هستن که شما نمیتونید دلیل منطقی واسش بیارید، مثل عشق، مثل دوست داشتن. و من دلیل قانع کننده ای نداشتم. اون روز که داشت میگفت، روز بهانه میگفت که من از بوکس خوردن اینجوری میشم و میام میفتم، مجری ازش پرسید برای چی؟ واقعا میارزه؟ چون میدونید قهرمانای برخلاف تمام دنیا، قهرمانای المپیکی ما، همیشه واسه یکشون نشون داد قهرمان پشتش داشت دست فروشی میکرد، وضعیت مناسبی ندارن. یعنی قهرمان تیم ملی فوتبال ایران همین چند وقت پیش روزنامه خوندم نوشته که داره با موتور مسافر کشی میکنه، آینده مالی شاید تصور، ولی احسان روزمانی حرف زد یک حالی بوده، وقتی انقدر خستم که خون و عرق بازی میشه، وقتی انقدر خستم که نا ندارم اینجا بلند شم، وقتی انقدر خستم که دیگه حتی غذا نمیتونم بخورم میفتم میخوابم، یک حال میده. اون حاله چیزیه که همه دنیا دنبالشن. برای چی زندگی میکنی؟ 8 میلیارد آدم روی کره زمین، چه چیزی مهمه؟ آیا فقط پول؟ یا حال خوب داشتن؟ اولین چیزی که باعث شد من نتورک رو ادامه بدم این بود که کنار آدمهایی بودم که حالشون خوب بود، یعنی کنار همدیگه خوشحال بودیم. امروز دیگه هر جا تو تاکسی میشینی ملت دارن غر میزنن، تو پرواز میشینی ملت دارن غر میزنن، همه در حال نالیدن. نه ماشاءالله همه هم راست میگن، گوش گرون شد، مرغ گرون شد، نون گرون شد، چی گرون شد، هر کارم میکنی نمیرسی، هر چی بدویی هم انگار نمیرسی، و همه در حال غر زدن. تلویزیون غر میزنه. اصلا یه روزی باورتون نمیشه مقام معظم رهبری فرموده بودن آقا بس خرابه، باید کاری بکنیم، خیلی وضعیت مردم خرابه. خیلی شاکی بودم رهبر از وضعیت بد اقتصادی، بعد دیدم رئیس جمهورم اومد گفت آقا خیلی وضعیت اقتصادی خرابه فلانه، باید کاری بکنم، بعد دیدم نماینده های مجلس هم اعلام کردن خیلی بس خرابه، گفتم الان نریزن تو خیابون علیه متظاهرین. ترسیدم، گفتم یه هایی مسئولین میان تو خیابون چون من شعار دادن به ما پشت میدن وضعیت خیابون مایی داستان اینجوریه. تمام جامعه پر از خند. صبح که بیدار میشیم هزار دلیل داریم برای خوشحال بودن، هزار بهانه داریم برای کیف کردن، اما اگر یک دلیل پیدا کنیم برای غم خوردن همونو میچسبیم. من خودم دست کم اینجوری بودم،
یعنی مثلا کافی بود یه چیزی بشه تا روز بعد دیگه همینجوری سر دلم بسوزه. آخ اگه اینجا اونجوری بشه این کاری کردم. در صورتی که توی نتورک یاد گرفتم جز اون آدمای موفق چه ویژگی‌هایی دارن. آدمای موفق قُر نمی‌زنن. اگر قُر می‌زنن حشراتو تغییر میدن. مثال می‌زنم. شما از یک وضعیتی ناراحتی. فرض کنید چراغ راهروتون سوخته. راهروی خونه‌تون یاد نمی‌دونم یا انباری خونه‌تون سوخته مهتابیش. هر دفعه میریم پاتون گیر می‌کنه یه میزو در می‌گیریم یا آخ ای لعنت بر این چراغ. آدم‌های موفق هی لعنت نمی‌کنن. همون اولین باری که یک ضایعه رو پیدا می‌کنن، سعی می‌کنن لامپو عوض می‌کنن. هی هم هر دفعه نمی‌رن اونجا. یارو پوست موز رو دیده، پیش پیش پوست موز افتاده بود و گفته آه باز باید بخورم زمین. بابا رد شو از چرا پاتو باز می‌خواد بزنی؟ ما اینجوری هستیم. تمام عمر هی می‌خوریم زمین رو از پیشم با ویلا می‌گیم. یعنی ما شبیه زندگی خودمو میگم. قبل نتورک من جز اون دسته از آدمایی بودم که از ترس مردن هر روز خودشونو دار می‌زدن. زندگی که نمی‌کردم. زندگی کردن یه گوهریه. اگر دنیا ارزش زندگی کردن رو دارد، قطعاً ارزش بهتر زندگی کردن رو دارد. حالا آیا خیلی سخته؟ نه. با قول ولنتسی کار توی دنیا سخت نیست. بسته به میزان علاقه شما. شما آدمی رو میبینید که آقا بوکسوره و کیف میکنه، آدمی می کشتیگیره، وزنه‌بردار. یه وزنه‌بردار در روز چند تن فولاد رو هی بالا پایین میکنه. بعد اگه ازش بپرسی چرا، میگه من حال میکنم، دوست دارم. کاراته کار احتمالاً بین شما رزمیکار هست. آدم‌ها از بیرون نگاه میکنه میگن آقا دیوونه است، میرن با مشت و لگد میزنه تو سر کله همینه. ولی دارین زندگی میکنین و زندگی همین چیزاست. زندگی دقیقاً همین چیزهاییه که گاهی وقتا زیاد هم منطقی به نظر نمیرسه. اما ویژگی‌های آدم‌های موفق یا مکانیزمی که براشون مشخص کرده کاملاً متفاوت از ویژگی‌های آدم‌های شکست خورده. اگر ما بخوایم آدم موفقی بشیم میتونیم اون چارچوبا رو یاد بگیریم، رعایت کنیم. من فکر می‌کردم مثلا آدم‌های موفق حتماً یک مثلا 4 تا دست دارن، 6 تا چش دارن. مثلا توی این کتاب ها، توی این اساطیر یونان باستان دیدیم مثلا جوپیتر، ونوس، آپولون، نیمی خدا و نیمی انسان، خدای دریا ها، نیمی خدای دریا، نیمی از انسان. دیدیم تو قصه ها هست دیگه. مادرش مثلا دختر فلانی بوده، باباش خدای فلان بوده. بعد من اونجا فهمیدم آقا برای موفق شدن لازم نیست نیمی خدا نیمی انسان باشی. همینی که هستی کافیه. همینی که هستی برای ترکوندن و برای خوش بودن و برای کیف کردن و برای موفق شدن کافیه. کافیه. فقط و فقط باید خودت باشی. خودت. همینی که هستی. از تو فقط یه دونه توی دنیا هست. هیچ نمونه ای نداری. هیچ کپی نداری. خدا فقط یه دونه مثل تو خلق کرده و تو باید قدر خودت رو بیشتر بدی. تو باید ارزش‌های خودت رو پیدا کنی. تو مثل یک الماسی میمونی که هنوز تراش نخورده. خدا این الماس رو آفریده، تراشش رو گذاشته دست خودت. قطعاً برای تراش خوردن باید رنجم تحمل کنی. باید رنج تراش خوردن رو به خودت بدی. و حالا مشهدی ها که دیگه مخصوصا خانوما این مثل دارن، بکش و خوشگل کن. آقا اگه این چیزی که هست، این وضعیتی که الان هست اگه راضیت نمی کنه، خب عوضش کن. به جای این که لعنت بفرستید بر تاریکی، شمعی روشن کن. ما یه عم نق میزنیم، یه عم قر میزنیم، هی مینالیم. آدم های موفق 100 نفر اول دنیا رو لیست کرده بود، میگفت اینا هیچ وقت آدم های قربزنی نیستن، نقبزن نیستن، دنبال جلب ترحم نیستن. ما رو دیدی؟ حالا یه رئیس جمهور یه مملکت، رئیس جمهور یکی از ایران، فقط ایران قدیمی ترین امپراتوری جهانه، یعنی سابقه چند ده هزار ساله داره. در 5000 سال پیش من خودم با چشم دیدم که جراحی مغز و استخوان و جراحی
چشم انجام شده. تو شهر سوخته سیستان، من دیدم با چشم، همه تون میدونیم. تو رئیس جمهور یک امپراتوری میره ناله میکنه، فلان آب نیست، خدایا روزه میخون. گفتم یعنی واقعا فکر کردم مجلس بالا منبره مثلا روزه آشورا میکنه. بابا تو باید کاری بکنی و آدم هایی که روزه میخونن یا قر میزنن یا روزه، منظورم خدایی نکرده حمله بر چیز نشه، اونا برای خودشون کیف میکنن، دنیای باحالی دارن. منظورم اینه که آقا نمیان نخ بزنن، نمیان هی بهانه بگیرن، نمیان هی بگن وای وای چی شد فلان شد. دنبال جلب ترحم کسی نیستن. پس از این به بعد تصمیم بگیریم آقا دنبال جلب ترحم. آقا شرایط بده، پس همینی که هست، خوشت نمیاد عوضش کن. توی کتاب اصل مرکب نوشته آقای دارن هاردی میگفت آقا همه مردم دنبال اینن که مثلا آموزش زبان در 10 دقیقه، دیدیم؟ آموزش زبان در خواب، بدنسازی با پودر، نمیدونم لاغری در 1 هفته، بخورید و لاغر شد. اصلا فقط توی مشهد اینجوریه که خانم هم حتی آقایون بیشتر هم مثلا میگه چی بخورم که لاغر کنم؟ چی بخورم که لاغر کنم؟ آقا این چیزا دارن هاردی میگه اینا فقط مال ملت‌های عقب مونده است. بعد میگه همه میرن متد میدن، برنامه غذایی میدن برای لاغر کردن. میگه اولین کاری که باید بکنی اینه که به جای اینکه دنبال متد لاغری و این چیزا بگردی، دنبال این باشی که ذهن طرف آماده باشه. یعنی شما همه آدم ها اینو با اطمینان کامل میگم، اگر وضعیتی که داری ناخوشاینده، اگه واقعا اذیتت کنه ترکش میکنی، یه حرف نمیزنی. آدم هایی که فقط روزه میخونن، منظور از روزه همون نالیدنه، آدم هایی که فقط نال میزنن و نخ میزنن و آی فلان بیساره، اینا هیچ وقت تغییر نمیکنه، اینا با همون نشه میشن. یکم غر میزنن، گریه میکنن، نخ میزنن، بعدم نشه میشن، باز دوباره به زندگی خفت بارشون ادامه میدن. من دیدم که دارم میگم، من دارم دورو برای خودم. خدا شاده زنگ میزنه برای 50,000 تومان، گریه میکنه، میگه خب باشه یه کاری بکن. برن آقای دارناردی میگه آقا آدمی که اون آقایی که میخواد لاغر کنه تا فقط زمان، آره همه مدل اون میخواد بدنمون، همه دنیا دلشون خواهد مثل من بدنشون در اوج آمادگی به سر ببرن، ولی باید سختش تحمل کنی. نه؟ چرا میخندی؟ من خودم حس میکنم خیلی اصلا هم برای مهم نیست شما، ولی نظر شما محترم. میگه آدمی که میخواد لاغر کنه زمانی موفق خواهد، اصلا با رژیم نیست، اصلا با نمیدونم لاغری در خواب، با دستگاه. الان تو خونه تمام مردم ایران یه دونه از این دستگاه‌های بلرزون بود، زمان ما باز اومده بود به خدا تو خونه ما بود، حالا که اینجا رو بلرزون آرزو به دلمون که دوبار آقا روشنش کنیم، نکرد. تردمیل چقدر تو ایران هست کار نمیشه باش و خیلی آقا کپسول لاغری، کپسول چاقی، و این آدما از این کپسول به اون کپسول، از این دمروش به اون دمروش، از این تردمیل به اون لرزوننده. و هیچ وقت هم میگه قبل از این که این کارا رو بکنی اول باید از شرایط موجود خسته بشی. یعنی شما وضعیت تغییر نمی کنه مگر اینکه از اون وضعیت حالت به هم بخوره، نتونی تحملش کنی، اون وقت راهی پیدا میکنی، یا راهی خواهم ساخت یا راهی خواهم یافت. زمانی که از وضعیت موجود راضی، مجبور نیستی، دلایل اجبار کننده نداری، همینجوری خودت حال میکنی، ادامه میدی، چه اشکال داره؟ میگفت شما قبل اینکه بخوای کسی رو لاغرش کنی، دارو براش تجویز کنی، باید اینو در ذهنش جا بندازی که دیگه نتونه اون بدن رو تحمل کنه. یعنی وقتی که نتونه این بدن رو ازش، آدمایی که مثلا وضعیت، یا مثلا طرف معتاده، آقا دیگه بدتر از اعتیاد نیست، میگه آدمای معتاد فقط زمانی ترک میکنن که خسته شده باشن از اون وضعیت، نتونن تحمل کنن خودشونو.
طرف حال میکنه، بعد میاد میگه من پشیمونم واقعا خیلی بده. بنده خدا میگفت که یک حتی اخیراً که موادام تغییر کرده، این مال اون زمانی که ما دانشجو بودیم واقعا اینو با چشم دیدم. بنده خدا یک از این چی میگن گرده های خمیره از همین قصد سر... چسبونده بود سر سنجاق دوش هم هست. میگفت که خدا وکیلی همین رو که خوب بذاشته که نه اما این چیه پس؟ خب نه این رو میدینی؟ این هم گاگایی تفریه ما هرگز ما با این حال میکنم این با ما ما آدمی که اینجا فکر میکنم هیچ وقت هم میکنم قرآنی همین رو خوب گذاشته اون کنار اراده هم قویه ما بگم نه دیگه نه یه حکایت ماست. مدام از چیزی مینالیم که داریم باش حال میکنیم. آقا بدبختی شده متد زندگی، ناله کردن شده مکانیزم زندگی، غر زدن و بهانه گرفتن شده شیوه زندگی. تموم. اولین قدم اینه که آقا از این چیزی که آقا کسی هست که دلش نخواد الان مثلا یه ساز خوبی رو بزنه، مثلا گیتار پیانو، همه همون دلو میخواد که ریچارد کلایدر من بودیم، خیلی هم کلاس داره، نشون به اون نشون که نصف شما تو خونتون یه گیتار یا پیانو، یا پیانو که گرونه ولی احتمالاً گیتاری، ستاری، سنتوری داری. یه روز یه جا دیدین جمعگیر شدیم تمامون، مثلا یکی سنتور داده گفت من تصمیم رو گرفتم مادر من میخواهم نوازنده سنتور بشم. بعد یه سال دنبال خریدن سازی از این بپرس از اون بپرس. اگه اون وقت صرف تمرین میکردی با یه دونه خود با دو تا خودکار روی بالش تمرین می‌کردی الان نوازنده بودی. ولی یک سال و نیم دنبال سنتور خریدن، بعد دو سال و نیم من دنبال استاد. من خیلی چون رشتم هنره 20 سال توی دانشگاه‌های مشهد هنر تدریس کردم، معلم نقاشیم، خیلی هم افتخار می‌کنم 20 سال نقاشی و گرافیک درس دادم تو دانشگاه‌های مشهد در بالاترین سطح. آدم های زیادی به من مراجعه میکنه که آقا ما میخوام بریم مثلا چون موسیقی هم یه دینگی میکنیم خیلی هم میگه آقا میخوام مثلا ستار بزنیم استاد. یه چیزایی میپرسن آخه من میدونید میخوام استاد همون اول دلش میخواد جلال زلفرون رو از قبل در بیارم حسین علیزاده کلاس نداریم. میگم بابا جان تو حداقل یاد بگیر ساز و دستت بگیری. نه من خیلی مهمه برام که از اول درست پیش برم. و اینا همون آدمایی هستند که به تمرین دیگه نمیرسن. چیکار میکنن؟ میرن دنبال ساز خریدن، میرن دنبال. بعد همیشه این هنوز دینگ دینگ هم بلد نیست. چیز دستشه. یه زمانی مد بود تخت شاسی مد، تخت شاسی های طراحی. داریم تو جمع شما نقاشی و اینا؟ کیا دست بالا نقاشی خوندین؟ اینا بلومنته. خواستم بیفتم جوگیر شدم نقاش دیدم. نقاشی میخونی؟ نقاشی میکشم. نقاشی میکشیم تبریم. شما یه آدم موفقی. اصلا اینجا چی کار میکنی؟ نقاشی اصلا همینجوری شما حتی منظورم نقاشی ساختمان نیست. یه روزی ما یه به خدا این که میگم راسته، ما یه همساده ما راننده کامیون بود، بعد من دانشجو بودم گاهی وقتا با اینا میرفتم، احتمالاً میدونید اینایی که دور باش مثلا میخواستم برم جایی با اینا میرفتم. دانشجو بودم خیلی ذوق، ترم اولم بودم اونجوری پوستم و تیغ زده بودم ریشه پش می کنه نداشته ولی همه بعد داشتیم میرفتیم گفت که ها. بعد بابای منم معلم بوده مثلا یه آدم بالاخره زمان قدیم اونقدر آدم باسواد نبوده، مثلا خیلی قابل احترام به خاطر معلمیش، به خاطر کسبت معلمیش. بعد گفت ها همسایه‌م گفت ها پسر تو پسر فلانی واقعا بابات برای همه ما زحمت کشیده، من خودم نمیدونم عقدنامه ما رو بابای تو نوشته فلان و همه کارهای اینجوری رو بابا خیلی به ما حال داد و بابامون رو ارزش گذاری کرد و گفت که تو باید آدم موفق میشی. گفتم چش چشم. گفت حالا چی میخونی تو دانشگاه؟ گفتم نقاشی. نقاشی؟ با همین آقای کازمی رفیق بودیم که یه گلومی بود، گلوم نقاشی بود تو محله ما. گفت یعنی میخوای بشی مثل گلوم یعقوبی؟ رفیق ما نامد گفت ها یه ها در حال حرکت اصلا دستی کشی دستی کشی با ترلی خدا وکیلی تو میری دانشگاه که بشی مثل
میرفتی پسر جان کنار دست قلوم یاد میگیره. منظور من اون نقاشیه. داشتم میگفتم ببین همه مدل اون میخواد که بشینی مونالیزا رو بکشیم، یعنی هنر چیز ارزشمند میگه. همه مدلمون میخواد که وقتی راه میریم این بازوهامو از چارچوب رد نشه، گیر کنه پشت بازوهامو به پنجره و در و دیوار. نه همه اون دلمون میخواد سیکس پک که چرس کنه، شست پک داشته. آره همه نمیخواهن. کسی هست که بگه من دوست دارم یه آدم آویزون مثلا 800 کیلو چربی خالص باشم؟ نه، هممون دلمون میخواد زبان انگلیسی و فرانسه رو با هم دوست داریم یا نه؟ یعنی مثلا حالا ممکنه شما فرانسه دوست داشته باشید، روشون مثلا پرتغالی دوست داشته باشید، اسپانیولی دوست داشته باشید، مهم نیست، ولی دلمون میخواد. اینها چیزهای ارزشمندی هستن که مفت به کسی نمیدن. یعنی حتی بعضی ها فکر کنن با پول دادن بهتر میتونن، مثلا با پول دادن میشه لاغر، با پول دادن میشه زبان یاد گرفت، با پول دادن میشه پیانیست شد، با پول دادن میشه ورزشکار شد. با پول دادن، با پارتی، با هیچی ما آدم قوی و بهتری نخواهیم شد. یه چیزی رو بگم، شاید ما بدشانس بودیم در یک موقعیت جغرافیایی بدی مثلا به دنیا آمدیم، شاید من تقصیری نداشتم اگر بابا آدم پولدار و مایه‌داری نبوده. اصلا یه چیزی بگم، خیلی چیزها که به نظر ارزش میرسن آنچنان هم وقتی به تهش میرسی با ارزش نیستن، اما شخصیت قوی داشتن، انسان قوی بودن، انسان بزرگ بودن یک انتخابه و ربطی به هیچی نداره. یعنی تو میتونی امروز تصمیم بگیری که اون ملکه رویاها یا اون پادشاه رویاهات رو که همیشه توی ذهنت میساختی رو شروع کنی به ساختن. تا 37 سالگی استیو جاب برشکسته بود. لیدر قوی، جاه طلب، جسور و به طرز دیوونواری قدرتمند و از هر نظر که حساب کنی، یعنی یه آدم شلوول و وارفته معنوی و دم دستی نیست. وقتی یه کاری میخواد انجام بده دیگه نمیگه من الان چقدر ضعفاشو نمیشموره، فقط به این فکر میکنه که چطور باید اون کاره به سر انجام برسه و از این بابت ازش ممنونم. آقای مصطفی ازغندی بهم گفت آقا بیا وارد سیستم بشو، مسیر تاریخی خانواده رو تغییر بدیم. گفتم یعنی چی؟ گفت ببین من و تو که بچه پولدار نبودیم، بابامون البته که افتخار میکنه، من نون معلمی خوردم، نون کشاورزی و معلمی خوردم، یعنی پدر من توی شهرستان ها اکثرا یه زمین زعفرونی باغ چیزی دارن دیگه، شهرهای مثل ما، یعنی هم کشاورزی و معلمی و اونقدر وضعمون داغون نبوده، یه خانواده کاملا معمولی، ولی افتخار میکنم. اما ما مایه‌دار نبودیم. مصطفی از غنی گفت آقا بیا پشت به پشت هم بدیم، مسیر تاریخی خانواده رو عوض کنیم. گفتم یعنی چی؟ گفت ببین ما که مایه‌دار نبودیم، بیا یه کاری بکنیم که از اینجا به بعد حداقل یا خودمون یا بچه همون بشن بچه پولدار. خیلی چیزا توی زندگی برام عقده شد، خیلی چیزا دلم میخواست که دست بقیه میدیدن، خیلی کارا دلم میخواست که همیشه باید میدیدم بقیه میکنن و من حتی این اواخر دیگه قبول این که بتونم این کارو بکنم یا این چیزو بخوام رو اصلا قبول نمیکردم، یعنی تو مغزم دیگه جا نمیشد. میگفتم برش چون به گردش نمیرسی. ما واگشته بودیم از چیزای خوب، از داشتن یک زندگی خوب واگشتم، تا این حد که وقتی برای بچه‌م می‌خواستم مدرسه ثبت نام کنم کلاس اول، ارزه این که بچه‌مو بفرستم یک مدرسه خوب رو هم نداشتم. من 20 سال توی دانشگاه‌های مشهد درس دادم، 20 سال در بالاترین سطح تدریس کردم، حق خودم میدونستم که بچه‌م یه مدرسه خوب بره. من قبلش بابت خونه کوچیک مشکلی نداشتم، باهاش کنار اومدم. میگم دیگه مثل یه آدمی که مثلا معتاد کنار اومده باهاش، ازش زده نشده. یه معتاد خودش میدونه چه غلطی داره میکنه، ولی با شرط موجود کنار اومده، ازش خسته نمیشه. یه آدمی که مثلا بی پوله قبول کرده شرطشو، پارسال اجاره خونهش بوده 5 میلیون، الان یهو شده 15 میلیون. به جای اینکه
تلاش کنه 15 میلیون بده میره یه خونه میخره با نصف اون متر. قبلا تو مثلا هاشمی بوده، حالا میره مثلا پشت کوه خلج کوه بوده. عیب نداره، هی کنار میاد، هی دست و پاشو جمع میکنه، هی خودشو کوچیک میکنه، هی از سر و ته زندگیش میزنه. چرا؟ چون از اون شرایط راضیه. منم از وضعیت فقرآلود زندگیم راضی بودم، خوشحال بودم. بهم میگفت استاد جشنواره میرفتم، دیپلم افتخار میگرفتم، میرفتم کلاس برمیداشتم، کلاس کنکور درس میدادم، بعد پول رنگمو از کلاسای کنکورمو از کلاسای دانشگاه به دست میآوردم، ماشینم دیگه تقریبا شبیه به خرچنگ رو میرفت، ولی باهاش حال میکنم. گفتم این مدلش 83 با بنز عوضش نمیکنم. یه پژو مدل 83 داشتم که با بنز عوضش نمیکنم. چرا؟ چون اصلا عقلم به بنز قد نمیداد. یعنی در قاموس ما نبود، نه بابام نه ننم هیچ کدوم بنز سوار نشده بودن که حتی یه بوق باش بزنم. و فکر میکردم اصلا اینا مال از ما بهترونه دیگه. گفتم خب چرا اصلا به چه قانونی من باید بنز سوار شم؟ با چه قانونی باید هتل 5 ستاره برم؟ با چه قانونی باید پرواز بیزینس کلاس بشینم؟ پروازم اصلا برای ما زیادی بود. دانشجو بودم فوق لیسانس، هر هفته میرفتم تهران رو برمیگشتم، خدا شده همش با قطار. نصف عمرمون تو اتوبوس ها و قطار تو مسیر دانشگاه گذشت. پیر شدم با نون رب توی خوابگاه های دانشجویی، و من همه اینا رو برای خودم حل کرده بودم. روزی خسته شدم از شرایط موجود، روزی حالم به هم خورد از زندگیم که دیدم ارزه ندارم بچم و یه مدرسه خوبی ثبت نام کنم. رفتم مدرسه خوب، دیدم شهریهش اندازه حقوق منه و من اگر بخوام بچه‌مو و آرزوم این بود که بچه‌م مدرسه خوبه. اونایی که بچه دارن خیلی خوب میفهمن منظورم چیه. اونایی که البته شما همتون هنوز بچه این الحمدلله جا دارید، فرصت دارید، ولی میتونید از پدر مادرتون بپرسید. پدر مادرها حاضرن فرش زیر پاشون بپوشن که بچه‌هاشون تحصیلات خوبی داشته باشن. میتونید ازشون بپرسید. ما حاضر نیستیم یه ذره درس بخونیم دانشگاه دولتی قبول شیم، خب؟ ولی پدر مادرامون حاضرن از گلوشون بزنن شهریه چند ده میلیونی ما رو تو دانشگاه در پیت غیر انتفاعی و چیز بدن. چرا؟ چون فکر میکنن فداکاری برای فرزندشون جزء وظیفه‌شونه. ما چقدر برای خودمون حاضریم فداکاری کنیم؟ اگر با روی کردی که پدر مادرهامون نسبت به ما انجام وظیفه کردن، ما هم نسبت به زندگیمون همون روی کرد رو داشتیم، امروز هممون بی‌نظیر ترین آدم‌های زندگی خودمون بودیم. نکردیم این کارو و باید تصمیم بگیریم. امروز ببخشید من راحت صحبت میکنم، به کسی بر نخوره، خب؟ چون من خودم رو جدا نمی‌دونم، برای خودم دارم بلند بلند فکر. امروز اینجا اومدیم صحبت کنیم یه بار دیگه، چون تو هر روز باید این تصمیم رو با خودت بگیری. امروز باید اینجا تصمیم میگیری، مکانیزم موفقیت یا مکانیزم شکست. جزو آدمهای موفق، آدمهای خفن، آدمهای بزرگ، آدمهایی که با دست اونا رو نشون میدن و میگن دمشگرم، یا جزو آدمهایی که نق میزنن، غور میزنن، جزو آدمهای مظلوم. دیدین؟ ملت مظلوم فلسطین، مردم مظلوم افغانستان، مردم مظلوم ایران. مثلا شنیدین بگن ملت مظلوم افغانستان واکسن فایزر رو کشف کردن؟ یا ملت مظلوم لبنان سفینه فرستادن به کره مریخ؟ همین ملت مظلوم افغانستان سابقه تاریخیشون بخونید، همین خراسان بزرگ که مشهد هم جزشه قوی ترین امپراتوری دنیا رو داشته، قوی ترین فرهنگ، قوی ترین منابع، قوی ترین، یعنی یکی از خواستگاه های تمدن بشره، ولی ما امروز مسخرم میکنیم. شما ببینید با چه بدبختی هر روز چه بلاهایی سرشون میاد که واقعا حال آدم خراب میشه. اما سرنوشت مردم تغییر نخواهد کرد مگر اینکه خودشون دست به تغییرش بزنن. اونها انتخاب کردن راحتن، طالبان بیاد، آمریکا بیاد، هیچ منعی براشون نداره. و بخوام بهتون بگم از مظلوم بودن کسی به جایی نمیرسید. از مظلومیت کسی چیزی نشد. حق گرفتنیه، دادنی نیست. الان مثلا تو خط نشه.
هیجانی که میشم یه دفعه گناهودی حرف میزنم. الان خیلی هیجانی شده. آقا حقتو باید بگیری. من میگم دنیا به اندازه کافی ثروت و زیبایی دارد. من میگم جهان هستی تا قدری که هممون تا خرتناک بخوریم نعمت و ثروت و فراوانی دارد. توی امریکا آقا بنده توی قطر بالاترین سرانه درآمد مردمان. من تو قطر هم آدم گدا دیدم. باورتون میشه؟ یعنی مهم نیست که تو ایران یا تو نیویورک یا تو پاریس. اینها فقط مرزهای جغرافیایی هست. ذهنت کجا سیر میکنه؟ مغزت چه اندازه قدرتمند، ثروتمند و قوی شده؟ و داستان زندگی ما این شکلیه. یه روزی تصمیم میگیریم یه کاری بکنیم، میخوریم زمین، باید پاش بایستی. سخته، باید پاش بایستی. خسته میشی، باید پاش بایستی. من خودم موسیقی کار کردم، نه به عنوان جدی، ولی ساز میزنم در حد یه دین دین دین. برای همون مقدار ساز خدا شده. همین الان سر این انگشتم تاول زده است، چون حداقل روزی یک ساعت رو باید تمرین کنم. شده خواب، موقع خوابم میشه یه دفعه میبینم او امشب تمرین نکردم. همینجوری برای اینکه سر قولم بمونم سازم میگیرم دستم، در حالت چرت یه دینگ دینگ میکنم که قولمو زیر پا نذارم. باید به خودت قول بدی که من میخوام شرایط رو عوض کنم، نه برای خودم، برای خانواده‌ام، برای نسل بعد از خودم، برای کسی که دوستش دارم. و کی بهتر از خودت؟ چند بار 18 سالگی رو تجربه می‌کنی؟ چند بار 20 سالگی رو تجربه می‌کنی؟ چند بار زندگی می‌کنیم که همش به حسرت بگذره؟ و آیا فرصتی برای موفق شدن هست؟ بله. توی این مشهد ما ماسبندی داریم که اندازه یک جراح درآمد داره. تابلوشو من صحبت کردم، میگه 200 میلیون باید بدی تا بتونی تابلوی ما رو بزنی، لبنیات فلان. آجیل فروش داریم تو همین دروازه قوچان، دور میدون دروازه قوچان یه آجیل فروشی از همیشه که برید فقط اون شلوغه، بقیه خلوتن. بعد جالبه تو جردن شعبه زده، تو وکیل آباد شعبه زده، اصلا واقعا بی‌نظیره. ولی چرا بین این همه آجیل فروش فقط یه دونه توی ایران اینجوری ترکونده؟ به خاطر آجیله یا به خاطر صاحب اون آجیل فروشیه؟ به خاطر طرز فکر حرفه‌ای صاحب آجیل فروشی است. من میگم هر کاری، نمیخوام بگم کار ما خیلی خوب و خفنه، اینم یه شغله. هر کاری میخوای بکنی باید اول تصمیم بگیری آیا میخوای جز خفنای این کار باشی یا جز آدم معمولی ها و جمع دستی ها. ما دکتر داریم، دکتری که کار ساده نیست دیگه. نه، من آدمی رو میشناسم پزشک مطب نداره. گفتم چرا؟ گفت چون مطبم نمیچرخه، اجاره مطب در نمیاد. باورتون میشه؟ اجاره مطبش در نمیاد، پزشک یارو. شما بخواید دندونتون درد کنه میرین هر جا که هر پزشکی میری؟ آقا یه سردرد میشی نمیپرسی آقا دکتر خوب سراغ نداری؟ آقا میخوام برم چه میدونم دماغمو عمل کنم. همه میگردن دنبال اونی که خوب دماغ عمل میکنه. میخوام چه میدونم بریم پیش پزشک معده، میریم پیش اون خوبه. چرا؟ آقا آرایشگاه میخوای بری هر کی مو بزنه میری؟ آقا موهاتو ناخوناتو بدسوان کنن دیگه نمیری مانیکور پیش اون یارو قبیه. مردم موهاشونو نمیدن دسته یه آدم ناوارد که کوتاه کنه. پس یادتون باشه کسی که میاد توی نتورک قرار زندگیش، من همیشه به دایرکتم میگم، میگم مردم زندگیشونو میسپرن دست ما. پس باید اونقدر روش کنیم، اونقدر بزرگ بشیم که لایق این اعتماد بشیم. اگر میخوای اینجوری باشی، اگر میخوای توی سیستم روش کنیم، حداقل بالاسلی که دستور گرفته اعتماد کرده بهت لایق اون اعتماد بشه، نه به خاطر اون، به خاطر چیزی که بعد از تو اتفاق میفته. من الان باور کنید پورسان تمو نمیدم به بالاسنی، یک قرونم بهش نمیدم، خودم خرج میکنم. ممنونش هستم بابت این که زندگی من تغییر کرده. ببین این لباس تنم، ماشینم، صبونه که امروز خودم، همه از همین نتورکه. باور کردنی هم نیست. اولین باری که پورسان تمو از 100 میلیون رد شد خودم هم باور نمیکردم، بابام هم باور نمیکرد. گفت بابا راست گفتم تو 100 میلیون پورسان گرفتی؟ گفتم آره. گفت چجوری؟ گفتم خب یعنی چی چجوری؟ گفت الان ریختم به حسابت؟ گفتم آره.
میگفت جنس دادن بهت یا چک دادن؟ ببین 100 میلیون بیشتر از تصورش بود که مثلا برای یه ماه. ما الان پورسانت 1 میلیاردی داریم میگیریم بچه ها، 500 میلیونی میگیره بالا سری من، بالا سری اون داره 1 میلیارد پورسانت میگیره. پدرم میگفت الان دیگه تو 100 میلیون گرفتی چطور؟ گفتم یه جا ریختم به حسابم. خب دیگه تمومه؟ گفتم چی؟ آخه گفتن سقف زدی دیگه تموم میشه. گفتم نه تازه شروع شده. گفت مثلا محبت چقدر باز بهت میدن؟ گفتم احتمالاً یه سر 20 تومن بسته به فروشم یه 20 تومنی احتمالاً پورسانت هم اضافه میشه. گفت دروغ میگی. خداش هنوز یادم میخندید. گفت باورش نمیشد ولی نمیخواست که باور نکنی که هی میخندید. گفت ای بابا جان خدا وکیلی دروغ. این جمله نه دروغ میگی. گفتم نه بابا چه دروغ بگم، بابام باورش نمیشد. میگفت شنیدم بنز خریدی. میگفتم آره. آخه بابا جان بابات بنز سوار میشده یا مادر؟ برو باش دو تا آپارتمان بخر، بس سال بعد 6 تا 8 تا میکنم 8 تا 10 تا میکنم. آره فلسفه مشکلی. گفتم بابا جان ولش کن، من میخوام بیام دنبالت یه سفر شمال با هم بریم، دوست دارم سوار بنز بشی، نمیخوام دیگه با سمن بپوشی، نه اینکه اونا بدنا، من اینو دوست داشتم. خدای نکرم کمپانی معظم ترایب سمن و بقیه چی بقیه فامیل وابسته توی نشه. ولی قسم میخورم اگر ماشین من همون پژو بود 10 بار تا حالا مرده بودم. ولی اجلا میتونه شاهدم تو جاده بندرعباس، تو جاده کرمان، تو جاده شما چه اتفاقاتی برای ما افتاده، ولی با این ماشین چیزی نشده. چرا؟ چون ماشینش واقعا ماشینه، کوالت فرنگی نیست که سوار بشه. و من میخوام بپرسم چرا؟ چرا ماشین های بنز شما دم در نیست؟ کسی جلوتون گرفته؟ وقتی کمپانی بنز یا بی ام و یا بنتلی تولید میکنه روی سویچش میزنه مثلا مختص مهدی اجدر یا گذاشته هر کی لیاقتش داره بره بخره. حالا یه موقع هست مثل من اون موقع میگفتم من لاستیکی پژو رو با بنز عوض نمیکنم، اونجوری فکر میکنی من دیگه کاری ندارم. خدا شاهده تو جلسه بودیم گفتیم مکانیزم موفقیت مکانیزم شکست. الان میخوام بگم ببین مکانیزم موفقیت مثلا فکر کن یک S650 میباخ اینجاست، یه بنز، یه جلکای شاسی از این جدیدا که خیلی اخیرا تو اینستا میخوام بذارن که من میخوام بگم خیلی خفنه، یه دونه پراید هم این بر. شما حق انتخاب بدید کدوم میری سوار میشی، کدوم میری برمیداری، پول نمیخواد بدی؟ حتما بنز. آخه یه روز خدا شاهده یه جلسه فکر کنم شما بودی خانم برداشت گفت پراید. گفتم ناموسن پراید و بنز رو میذاری پراید؟ گفتم برای چی؟ گفت برای حمایت از تولید ملی. من هنوز دارم سینخیز رو میگم. میگم بابا جان آخه اخبار که نمیدیم که داریم مثلا آقا وارد این بحثا نمیشیم. اگر که شما نمیخواین از تولید ملی حمایت کنید باهاتون این جمله رو بگم. ببین شما باید یک کاری رو انجام بدید، باید یک کاری داشته باشید. آدمیزاد یک مغز داره، یک دانایی داره. مغز همون چیزیه که اتفاقا حیونا هم دارن. مغز نرم افزار یا مکانیزم حیات هست. این درخت هم داره. حالا این البته منظورم از مغز اون مکانیزم هست. یعنی چی؟ یعنی این میدونه که پاییز که میشه برگاش باید بریزه، بهار یه مکانیزم ساده داره. یه دونه مثلا گوسفند هم میدونه وقتی گشنشه، یه گرگ میدونه باید شکار کنه غذا بخوره، وقتی تشنه میدونه آب میخوره. و اساساً مکانیزم بقا اینجوریه که به شما میخواد آسایش بیشتر بده. بنابراین حرکت کردن سخت‌تر از ایستادنه. دیدی؟ یه خسته شدیم واسه یکم بعد باز نشستن راحت تر از ایستادن، لم دادن راحت تر از نشستن، خوابیدن راحت تر از همشه. آدمیزاد مغزش میگه این کار بکن، مغزش همش میگه بدش کن. دیدین شبای امتحان مثلا هیچی نخونیم زنگ میزنیم به یکی درخشانتر از خودمون میگم آقا تو چی کار کردی؟ یه ملای کتاب هم با نکردم، ما میخواستیم، یعنی خیلی وقتا خودم میخواستم دیگه 12 شب به بعد گفتم میرم میخونم و یک دهی میگیریم دیگه. حتی من خودش شاگردم، من نمیدم واقعا
ولی مثلا بوده که رفتم شب امتحان مثلا 9-10-11 بگم آقا برم 2 ساعت که کتاب بخونم، بعد گفتم مثلا بری تو چی کار کردی؟ گفت ما کردیم نه گفتم ما کردیم جانم ها گفتم پس دوست بکی دارم پک کردم دوباره به ادامه میدادم به حرکات موضوع. آقا ببین شما همیشه راحت ترین راحت بودن رو انتخاب خواهید کرد، این مکانیزم بقا، این چیزیه که خدا در وجود ما گذاشته برای اینکه زنده بمونیم، چون اگه اینجوری نبود آدم ها هی همدیگر رو میکشتن، هی همدیگر رو اصلا هی میمردن الکی سر چیزای بی خود. همین الان هم دیدیم بعضیا یکی از بالای اون چراغر رو میکرد بالای به خاطر اینکه مکانیزم بقایشون ضعیفه. ترس یه مکانیزمیه برای زنده نگه داشتن ما، ترس یه چیزیه برای اینکه ما رو زنده نگه داره. مثلا همین الان اگر من یهو شروع کنم به دویدن دم در بدون هیچ دوزی احتمال شما هم شوکه میشین بعد دنبال من میگید. درست میگم یا نه؟ اینا برای بقا، اینا فقط برای زنده موندنه، اما اینا از شما یک ستاره نمیسازه، اینا از شما یک آدم بزرگ نمیسازه، اینها برای بقا خوبن. حالا باید انتخاب کنیم ستاره شدن رو، درخشان بودن رو، بهتر بودن رو، برتری جویی، شجاعت. ما هممون آدمای شجاع رو دوست داریم، هممون آدمای موفق رو دوست داریم. الان میخوایم تصمیم بگیریم که جزو آدمهای شجاع و موفق بشیم. نتورک فقط یک شغل. من دارم از این تجارت صحبت میکنم، آقای اجدار خیلی خوب گفتن. ببینید نتورک یک شغلیه که همین الان که دارم با شما صحبت میکنم بیش از 35,000 کمپانی، خوب فکر کنید تو ایران کلا 20 کمپانی نتورک هست، 20 تا نیستن، نصفشون بسته شده. در امریکا بیش از 35,000 کارخانه فقط از طریق نتورک محصولاشون میدن. 5 سال پیش شما یه کتاب میخواستی بگیری کلی باید میرفتی پاساژ مهتاب و فلان، الان تو گوشی پیدا میکنی دم خونه تحویل میدن، اصلا لازم نیست که بخریش. این همه پیجای مختلف و سایت های مختلف، پادکست های مختلف رایگان کتاب رو صوتی کردن، یعنی شما کتاب دیگه نمیخواد بخونی، هنسفری میذاری تو گوشت برای یکی کتاب رو به زیبایی میخونی. 10 سال پیش قبض آب و برق رو باید میرفتی تو صف وای میسادی توی بانک پرداخت میکردی، الان بهت پولم میدن که قبض تو برات پرداخت کنن. چجوری؟ یه شماره چیه؟ اون شماره سریال، شماره پرداخت و شماره قبض و شناسه پرداخت، شناسه قبض و شناسه پرداخت تو میزنی تو گوشیت پرداخت میکنه، تازه میگه تو نوبت قرعه کشی به اون احتمال 26 هم بهت جایزه میده. دیگه لازم نیست یه ساعت از وقت عزیز تو بزنی بری بانک اونجا تو صف وایسی، باز یکی بگه نوبت رو رعایت کن، باز یکی خیلی ماجراها دیگه نمیدونم. درسته؟ تا همین 2 سال پیش من رستوران که میخواستم برم یا آشپزخونه زنگ میزدیم غذا میآوردن، نه؟ الان توی همین شرکت بیس امکانی هست به اسم بیس فود شما میتونید تا 30% تا 10% غذا ارزونتر، یعنی میتونید از طریق صفحه خودت وارد چی غذا سفارش رستوران هم همون رستوران، یعنی معین درباری هست، معین درباری رو اگه بخوای تلفنی غذا بگیری خیلی سخت، ولی از اون طریق میتونی بگیری تا 20% 30% تخفیف هم بگیری، باحال نیست؟ همون غذا رو تخفیف هم بگیری بیارن دم خونه تحویل بدن، تازه تو قرکشی هم میری، تازه ازش پورسانت هم بگیری. همین اسنپ که الان راجبش صحبت میکنی این تو 5 سال اخیر الان دیگه کسی ببین من چون سفر زیاد میرم از فرودگاه مشهد، از فرودگاه شمینیجان تا کورسنگی معمولا 120 تومن کرایه میگیرن تاکسی های فرودگاه، ولی اسنپ 18 تومن میگیره. شما باشین تاکسی میگیرین یا اسنپ سوار میشین؟ تازه اسنپ میگه موزیک میخوای بذارم، میخوای کولر بگیرم، ولی راننده فرودگاه انگار فکر میکنه واقعا خلبانه. به خدا همین سری میگفتم بابا، یعنی واقعا بهش گفتم این رفیقی داشتیم بعد سیگار دست شد وایسادیم سوار شد آخ خاموش کن فلان، گفت عزیزم این هواپیما نیست های تاکسیه،
جوگیر شدی؟ فکر کردی خلبانی؟ برو بابا جان واقعا یه جوری رفتار میکنن بعضیاشون، بعضیاشون جسارت نباشه واقعا فکر میکنن خلبان مثل مهماندارا. دیدی؟ تو پروازا بعضی از مهماندارا واقعا فاز خلبان F16 برمیدارن. هی باید بگی بیا بیا پایین سر. چرا نخرید؟ شما ها توجه نکنید این گروه. آره خودم یادم نبود جاسم شو باور کنم حواسم نبود. اسم آقایی نیست واقعیت میخوام یادم. ببین نتورک یک تجارتیه که الان ما با عرضه و لیاقت کمپانی عزیزمون شرکت بیز داریم فوق لیسانس و دکتراشو میدیم. یعنی شما میتونید ببین نقاشی ساختمون دانشگاه نداره، باید بری پیش قلم رفیقی. ولی اگر بخوای مثلا ویژوال آرت بخونی، نقاشی بخونی، هنر تجسم بخونی، باید بری دانشگاه. دانشگاه مثلا بیلزنی نداریم، ولی دانشگاه مکانیک، دانشگاه خیلی چیزا داریم. درسته من دارم از تجارتی صحبت میکنم که الان توی ایران داره دکترا میده، فوق لیسانس لیسانس میده، دکترای مولتی لول مارکتینگ داریم میده. پس از یک مقوله کاملا علمی آکادمیکه. آخه من دیدم بعضیا یه جوری صحبت میکنن، ها داماد زری خانمشان رفته تو همین شرکت ها، گفته به درد نمیخوره. میگم خب چیش به درد نمیخوره، منظور چیه؟ میگم مگه اون نتورک کار کرده؟ نه کامپیوتر تعمیر میکنه. میگم خب چه ربطی داره به نتورک؟ مگه کار شما همین کامپیوتر اینا نیست؟ حالا تو بیا به این توضیح بده که آقا نتورک اصلا چیه. بعد جالبه اون آدم میاد راجب من که حداقل ماهی 200 میلیون تومان از این کار دارم پورسان میگیرم داره صحبت میکنه. نه اونا به درد نمیخوره اینا. آقا بنده روزی که میخواستم وارد شم کار که به معرفی شد مسخرم میکردم. ببین شما احتمالا تردید داشتین کیا تو مرحله تصمیم گیرین که هنوز، یعنی هنوز شروع به کار نکردن، میخوان تو شیشو بشینن که انجام بدن ندن تو تصمیم گیرین. ببین اصلا تو بالا ببینم کیا. آ شما در مرحله تصمیم گیری دیگه. فقط شما دستاشو نمیارم بالا، دستاشو نمیارم، دستاتو نمیارم بالا، بیان اشکال نداره. ببین شما خواهرم الان احتمالاً تو تردید باشی، شاید اصلا خوشت اومده باشه، شاید بری اصلا باید صبر کنم ببینم چجوریه، نه شک داری که بکنی این کارو یا نه. درسته؟ من روز اول شک نداشتم، یقین داشتم، یقین داشتم این کار کلاهبرداریه. خدا شاهده دارم وقتی کار به معرفی شد گفتم برو بابا کلا بردارم. گفتم ببین من دارم تو دانشگاه درس میدم، برادر بزرگ ما داره تو دانشگاه درس میده، برادر بعد از من رئیس دانشگاه، باید تو آبروی ما رو بردی، این چه کاریه؟ بیا برو یه فکری بکن. آقا فلانجا استخدامی داره بیا بریم استخدام. گفت که آخرش میخوام بشم مثل تو. دست بیاقه شدیم. گفت من برم الان اون کار کنم تش که نمیشم، تش میشم مثل تو. گفتم مگه من چشه؟ گفت دماغه. و واقعا تمام تلاشمو کردم که بهش ثابت کنم این کار کلا برداریه. من چرا این فکر رو میکردم؟ مگه من با نتورک مشکل داشتم؟ پدر کشتگی داشتیم؟ چرا فکر میکردم اینجوری؟ مخالفت میکردم، میگفتم وارد این کار نمیشم به یک دلیل کاملا ساده، چون من اون موقع درک درستی از این تجارت نداشتم، نمیدونستم چیه. میدونی چی فکر میکردم؟ ای بابا این هم که بخواهی بری دو نفر بیاری باز اونا برن نفر بیاری، ما از این کارا نمیکنیم، نمیخوام، نمیرم، نمیگم. طول کشید، یک سال و نیم طول کشید که من کار رو پذیرفتم، ولی با شک هنوز. بنابراین من وقتی یک کسی میاد یه حرفی میزنه حتی مسخره میکنه، من بهش حق میدم، چون این سیستم هنوز جا نیفتاده. با
بابا ما تو فامیل خودمون داریم هنوز اسنپ نمیگیره، میگه اینا امنیت نیستن. فلانی گفته که یک دخترش با اسنپ رفته بلا سرش آورده. میگم خب اون که تو آکسی هم ممکن این کار بکنه، ربطی نداره. اتفاقا اسنپ قابل پیگیریه. من 10 بار چیزی تو تاکسی گم کردم گذاشتم دیگه پیدا نشده، ولی تو اسنپ 10 بارم چیز جا گذاشتم، زنگ زدم پیداش کردم، راننده آورده دو دستی تقدیم کرد. قابل پیگیری، شما امتیاز میدی به رانندهش. توی سیستم های جدید تجاری، توی خرید و فروش های جدید دنیا، همه چی به نفع مشتری و تولید کننده است. قبلا به نفع کی بود؟ واسطه ها. یعنی کارخونه یک چیزی تولید میکنه. من حرفم تموم شد. خسته شدی؟ حالتون خوبه؟ عالی. خیلی عالی به نظر نمیومد، ولی خب یه دست خوشگل برای خودتون بزنید. یار خاطرات بود زمان خوبی. ببینید الان به جایی رسیدیم، به جایی رسیدیم که دیگه کسی فانس نمیده برای فعالیت بانکی، کسی کتاب خونه نمیده برای کتاب، کسی رستوران حتی نمیده مگه خودش دلش بخواد. فیلم دیدن از طریق گوشی اتفاق افتاده، همه چی اومده توی گوشی. و 5 سال دیگه فکر میکنین دنیا چه شکلیه؟ 5 سال دیگه دنیا چه جوری خواهد شد؟ تصورش رو بکنی؟ حتی من و شما نمیتونیم فکرش رو بکنیم. گوشی های موبایل رو ببینید توی 2 سال اخیر چه امکاناتی پیدا کرده و ما یادمون میره. 5 سال دیگه دنیا یه شکل دیگه است و تو میتونی اصلا بی خیال وایسی تا 5 سال دیگه برسی. ولی ببین اینو میبینی، این روز اول 2 تا برگ بوده، این درخت الان شاید 2 سال 3 سال شه انقدی شده. 10 سال دیگه این درخت تمام اینجا رو سایه میکنه. اما باید اول این ناله کاشته میشد یا نه؟ حالا ممکنه بهش نرسن خشکم بشه، ممکنه آبش ندن خشکم بشه، اما بالاخره اگر بخوای درخت بزرگی داشته باشی باید اول ناهالش رو بکاری. من میگم اگر امروز بیاین شروع کنید استارت کنید، 1000 دلیل میتونم براتون بیارم که الانم که شروع کنید بازم بیاره. امروز بهتر از فرداست. 1000 دلیل میارم. اگر کسی از شما تونست فقط و فقط یک دلیل قانع کنه، دلیل منطقی، نمیگین آقا کبرا خانم یا زری خانم گفتن که دامادشان کامپیوتر تعمیر میکنه گفته خوب نیست، به این دلایل نه، با دلیل علمی. اگر کسی تونست به من اثبات کنه که نباید نتورک کنه، من جایگامو لغو میکنم، الان پیاده برمیگردم خونه، سویچ ماشین هم میدم بهش. از این بالاتر ادعا، از این بیشتر، آقا یکیتون یک دلیل قانع کننده به من بده برای اینکه همین امروز نباید شروع کنه. من ماشینم رو الان 2 دستی جلوی این فیلم داره میگیرم، ماشینم رو میدم بهش پیاده برمیگردم خونه. انقدر از این تجارت مطمئنم. اما تجارت هر چقدر خوب باشه منجر نمیشه که تو تاجر خوب بشی. تو هم باید تو این کار بیای درست رفتار کنی. اما چیزی که باعث خوشحالی ماست اینه که در این تجارت ما موفقیتمون در گروه موفق شدن شما. یعنی اگر مهدی اجدر الان موفقیت بیشتری به دست بیاره، منم بیشتر فرصت میگیرم. بنابراین اینجوری نیست که حسودیم بشه یا بخوام جلوی رشدشو بگیرم. هر کاری بتونم میکنم که رشد کنه. بالاسری شما هم برای شما این کارو خواهد کرد. یه نمونه شما که امروز تو بیجایی من مطمئنم حالتون بهتر از احتمالاً الان از لایو بتون خاصی نگاه کنی ببینید که الان چه خبره. بعد از سال دیگه ببین تجارت الکترونیک با ظهور رمزارزها و دنیای جدید داره میاد تو خونه ها. شما اگر امروز این کارو نکنی 5 سال دیگه به این نتیجه میرسی که باید این کارو بکنی. اما 5 سال دیگه خیلی از این درخت ها دیگه سر به فلک کشیدن. من میگم امروز بیا نهالتو بکار، در زمین هیچ ریسکی نداره، هیچ خطری نداره. چه چیزی نگران کننده هست؟ شما کاملا رایگان، دفتر رایگان در خیالتونه. دفتری که شما توش پرزنت شدین ماهی 110 میلیون هزینه اجاری شه، اجاره شو غیر از یک میلیارد پول میشه. اینو بالاسریا در اختیار شما میذارم. برای چی؟ برای که رشد کنید. آموزشتون رایگان، جزوه، همه چی در اختیارتون، کنارتون هستیم تا موفق بشید. چون
شما موفق بشین ما هم موفق میشیم، اما اگر شما نخواهید موفق بشین ما باز هم کارمون رو ادامه خواهیم داد، پر قدرت ادامه خواهیم داد. خیلی از آدمایی که اون سال اول بهشون گفتم بیا 8 سال پیش، مسخره کردن، غر زدن، گفتم برو بابا، الان افتخارشونه که ما اولین آدمایی بودیم که به ما گفت. خب چی شد؟ ما اگه مرفتم الان ما هم برزشتم نه ازیم. اگر که کاشتن ثمر ندارد توی دنیا 45% نتورک در انحصار امریکایی هست، بیش از 900 میلیارد دلار ترنوور مالی در سال داره، یعنی 30-40 برابر پول نفت ایران. دارم از یک تجارت میلیون دلاری صحبت میکنم. بالاسری من بیش از 1 میلیارد تومان داره پورسان میگیره. دایرکت های من در حد 100 میلیون، 120 میلیون، 90 میلیون، 50 میلیون، 60 میلیون. کسایی که قبل نتورک همچین درآمدی رو مثل خود من تجربه نکرده بودن. اما فقط درآمدش نیست. ما اینجا در واقع شیوه های بهتر زندگی کردن رو کنار هم تمرین میکنیم. اینجوری نیست که بهتون یاد بدیم. میگیم آقا صبح جمعه مثل آدمای موفق صبح جمعه رو بریم طبیعت، بریم کنار هم در یک جایی صبحونه بخوریم، انرژیمون بیاد بالا. چون درخت و آب انرژی مثبت میده، سبزه و آب، و خاک انرژی منفی شما رو میگیره. یه هفته زحمت کشیدید، فقط با یه بار اومدن در هفته توی طبیعت حالتون خوب میشه. اینا رو کاملا رایگان در اختیارتون میذاریم، کنارتون هستیم. ما نمیگیم برو اونجوری که موفق میشی، ما میگیم بیا با هم بریم. تمام کارها، تمام مشاغل رو بخواید شروع کنید، باید یا زامن ببرین یا مدرک سربازی ببرین، یا نمیدونم خانم‌ها که اصلا خیلی در حقشون ظلم میشه، میگن آقا دختری اصلا نمیخوایمت. یعنی انتخاب شغل در ایران بر اساس خوشگلی هست، بر اساس قد و قیافه هست، بر اساس بابات کیه ننت کیه هست، بر اساس اینکه چقدر پولداری هست. تنها چیزی که ملاک نیست برای استخدام ارزه و جربزه یه آدمه، و خیلی وقتا در حقمون ظلم شده. اینجا تنها جاییه که تو اصلا به هیچی کار نداری، خودت ارزه داری، امکانات هست، گازشو بگیر بزن بتیم. ما هم وای میسیم کنار رو تشویق میکنیم، هر چیزی هم که لازم داشتی در اختیارت قرار میدیم، هر کاری که لازم بود کمکت میکنیم. تو فقط حرف گوش کن. بر ریسکش چیه؟ ریسکش چیه این کار که انجامش ندیم؟ آقا کل ریسکش اینه که شما برای خودت یه واسه قهوه‌ای چه میدونم 4 تا چایی و چی و چی و چی اینا میخرید. اونان هم که میخری که بالا سرید کلابت هست، یا خودت استفاده میکنی یا بهت یاد میدن که خودت خرید اول تو حداقل بتونی بفروشی یه سودی هم بگیری. یعنی شما اگه 5 میلیون خرید اولیه بزنی، 10 میلیون خرید اولیه بزنی، یه 700-800 پورسانت میگیری. برای فروختنش هم که شما تجربه نداری، بالا سریتون رایگان این کار واسه انجام میده، تجربه بدی نیست. بعدن پوش خوشت نیاد اون وقت بگو. ولی خواهش میکنم لطفاً قبل از اینکه چیزی رو بشناسید مثل من راجبش قضاوت نکنید. من میتونستم 1.5 سال زودتر بیام، و اگر 1.5 سال زودتر میومدم الان 3 تا کمپانی لگاشون قبلا تو تیم من توی کوهس کار کرده بودن، الان دایرکت من بودن، تو تیم من بودن. من 1.5 سال لفتش دادم برای شروع کردم، و الان من شاید میتونستم 2 میلیارد پورسان بگیرم به جای 200-300 میلیون. و فقط 200-300 میلیون پورسانته نیست، میدونی؟ فرصت نیست. توی همین جریان کرونا بچه ها داشتم صبح براش تعریف کردم، من تقریبا پدرم رو از دست دادم، و 1 ماه تو ICU بود. باورتون میشه؟ اگر نتورک نبود من شاید نمیتونستم، چون توانایی تهیه اون داروها رو نداشتم. زنده موندن امروز هزینه داره، خوشحال بودن هزینه داره، و من میگم کنار هم باشید. هم ریسکی نداره، در ازای پولی که میدین که محصول میگیرین، محصولشو اصلا بالا سریت هم کمک نکرد میذاری تو خونه استفاده میکنین. ولی 1% 99% اصلا فکر کنه هیچی، طرف میگه آقا ما رفتیم موفق نشدیم. خب تو موفق نشدیم، دلیل بد بودن این کار نیست. شاید بالا سریت خوب نبوده، شاید خودت پا ندادی،
شاید خودت گیج بودی، شاید اصلا نخواستی، شاید موقعیت خوبی نبوده، شاید انتخاب خوبی نکردی، اما یه درصد اگر احتمال موفقیت باشه میارزه یا نه؟ تمام اون آدم هایی که یه روز مسخره میکردن الان همیشه از من تر یه جوری این بر اومد صحبت میکنن. باور میکنید من 20 تا پسر دایی تو مشهد پیدا کردم. اصلا دایی ندارم ها، من دایی ندارم. یه دایی داشتی خدا بیامرز مرحوم شد، اونم اصلا ایران زندگی میکرد، تو فرانسه بود. بعد جالبه انقدر هم میگفتن ما پسر دایی تو رو دیدیم، اونا هی بابا پسر دایی نداری تو مشهد که نه، همون آدم هایی بودن که یه روز مسخره میکردن. نوه عموی خاله دایی عمم مثلا میگه که پسر دایی شد. آره موفقیت چیزیه که همه دوستش دارن. تو باید تصمیم میگیری که فقط دوستش داشته باشی یا صاحبش بشی. ما اینجاییم که هممون کنار هم دیگه صاحب موفقیت بشیم. به نام خدای بزرگ، پسر درگاه بزرگ. خدا رو شکر میکنم این لحظه شگفت‌انگیز رو کنار شما بودم. ببخشید پرچونگی کردم، ولی حیفم اومد که این نکات رو نگم. خیلی دوستتون دارم، دلم تنگ شده بود برای بچه های قدیمی که روی هدفاشون موندن، روی اهدافشون زوم کردن، از اینکه خبرهای موفقیت هاتون رو هر روز میشنوم توی اینستا دنبال میکنم خیلی خوشحالم. قطعا لایق چیزی بیشتر از این هستید. خواهش میکنم خودتون رو باور کنید، هیچ چیزی برای ترکوندن کم ندارید. هرچی هم کم داشته باشید، من خودم مخلصتونم هستم. شما به لحاظ آموزشی و سیستمی هیچ کمبودی ندارید، بهترین دفتر ایران رو دارید، بالاترین درآمد نتورک ایران رو لیدرهای شما میگیرن. فقط خودت رو باور کن، به رقم کم قانع نباش. نگو من الان 20 تومن پورسان میگیرم لابد چاخ گل شکستم، 200 تومن بهتر از 20 تومن. فقط خودتون رو باور کنید، ما هم کنارتون هستیم. قطعا خدا بندگان شجاع و جسور رو دوست داره، خدا بندگانی که قدر خودشون رو میدونن دوست داره. یه آدم آویزون و گرگروی نهوی دنبال جلب ترحم نه بنده خوبی برای خداست، نه رفیق خوبی برای شماست. پس ارزش و گوهر زندگیتون رو پیدا کنید، ما هم به اندازه وسعمون کنارتون تلاش میکنیم، چون اگر موفق بشید موفقیت ما تضمین شده. و خیلی 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 میخوام تأکید کنم، امروز اولین روز از بقیه عمر رو نمیدونم چند روز دیگه، نمیدونم چند روز دیگه مسافر این هستی، این زمین هستی، اما میگم به نصفه رسی. فکر نکن همیشه قرار بمونه، و فکر نکن سختی ها خودش خود به خود حل میشن. باید کاری کنی، اونجا همین جاییه که میتونی برای موفق شدن، برای به دست آوردن رویاهات، برای تیک زدن هدف ها تلاش کنید تا به دستش بیارید. خیلی ممنونم آقای عجب صحبت نمیده آقای شانو که دوستان حد بیادیسی سخنی، ولی فقط دو نفر گفتن که تازه اومدن. هفته دیگه سکتی دوباره آقا اصلا اگر خواستی نیایم که کار ما هیچ اشکال نداره، ما ناراحت نمیشه، اینو باید بگیرم. ولی شما میتونی همچنان بیای کنار ما صحبت کنی. حالا یا نه واقعا خوشتون اومد، دوست داشتیم واقعا. حتی فقط غیر از من که زیاد صحبت کردم بقیه وقتا هم قضیه صحبت نمیکنم. آره من هم چرخشی میام، یه هفته همدان میرم خودم، یه هفته تبریز میرم. باز من نیست چند وقتی به نوبت شما میشه نکرد بیا. خیلی ممنونم از همتون، دوستتون دارم، با امید دیدار به افتخار کنم.